هموطنان عزیز، هموطنان عزیز، 30 سالگرد مقاومت، بزرگترین مقاومت مستمر سازمان یافته تاریخ ایران، بر شما گرامی و مبارک باد. به راستی که برای ایرانیان جای افتخار و شرف و پیروزی. همچنان که مسعود از قبل گفته بود، ثابت شد که افعی کبوتر نمی زاید و این رژیم اصلاح پذیر نیست. ثابت شد مفهوم میانه روی در ولایت فقیه موهوم است. ثابت شد هیچ آلترناتیوی در درون رژیم ملاها یافت نمی شود. ثابت شد که این رژیم هیچ مشروعیت اجتماعی و تاریخی و سیاسی ندارد و از بنیاد با حاکمیت و رأی مردم بیگانه است. ثابت شد که دجال است و ضد بشر. جز با شکنجه و اعدام و حلق‌آویز، جز با جنگ و صدور بحران و تروریسم بر سر کار نیست. و ثابت شد که آویختن رژیم به ریسمان‌های قطور مشبق و مماشات، بر چسب و بمباران و پرونده‌سازی آن هم علیه جدی‌ترین مخالفانش، اهرمی است در برابر موج تغییر و سرنگونی. بله، کف‌های روی آب به کنار رفت و این تاریخ ایران، جامعه و مقاومت است که می‌گوید نه به مماشات، نه به تسلیم، نه به قانون اساسی ولایت فقیه و نه به تمامیت فاشیسم ولایت فقیه. این مقاومت است که میگوید آری، آری به آزادی، آری به دموکراسی و برابری و آری به جدایی دین و دولت. شکسته بنگرید که در مسیر بی پایان حذف و انقباض دائما خودش را می خورد. در پایان سال 89 ستون اصلی حکومت خمینی یعنی رفسنجانی از ریاست خبرگان ارتجاع حذف شد و حالا جنگ بی رحمانه قدرت بین خامنه‌ای و احمدی نژاد در گرفته است. خامنه‌ای می خواهد گماشته ولایت فقیه را که دیگر حاضر نیست در این نقش محدود بماند با ضربات پیاپی مهار کند، اما او در حقیقت به پای خودش یعنی به کل نظام شلیک می‌کند. این بازتاب نارضایتی و بحران در پایین است که بالای رژیم را به پیچ و تاب انداخته است. این پیش لرزه سرنگونی رژیم آخوندی است. به آنها میگوییم بیشتر بلرزید و بیشتر بترسید، زیرا خلقی بیتاب برانداختن شماست. به آن جوانان دلیر قیام آفرین نگاه کنید.
جوانان دلیر قیام آفرین نگاه کنید، به این جمعیت سراپا شور و اشتیاق برای آزادی نگاه کنید که نمیگذارن من صحبت کنم. این رژیم و تمام پلیدی‌هایش را از سراسر ایران جارو کنند، آماده و حاضرند. و انقلاب‌های دموکراتیک در خاورمیانه به یاری شما آمده. حکومت سوریه مهمترین متحد استراتژیک آخوندها در آستانه سرنگونی است. جبهه رژیم در تمام منطقه در حال از هم پاشیدن است. از افغانستان تا عراق و سوریه همه جا مردم خواستار خلع ید از این رژیم در کشورشان می شوند. رژیم آخوندی در ورشکستگی عمیقی فرو رفته است. تحریم های بین المللی راه تنفس آن را هر روز تنگتر می کند و طرح حذف یارانه ها، یعنی بزرگترین پروژه اقتصادی 30 سال اخیر، در باطلاق شکست است. برایند این وضعیت رو در روی خامنه ای و احمدی نژاد است. از 8 سال پیش خامنه ای برای خط بستن در برابر مقاومت و خیزش مردم پروژه فوق ارتجایی اصولگرایی را ابداع کرد. سپس احمدی نژاد را از قعر شکنجگاه ها بالا کشید و به سردمداری این طرح گماشت. پروژه اصولگرایی که میخواست با ماجراجویی های بین المللی و با پخش پول میان پاسداران و بسیجی ها راهی برای خروج از بمب اسب پیدا کند، حالا شکست خورده است. بله، اصلاح طلبی قلابی شکست خورد، اصولگرایی فاشیستی در گل پر رفت. اما آنچه سربلندتر از همیشه پیروز و پیشتاز قد برافراشته است، جایگزین دموکراتیک رژیم آخوندی است. به آخوندهای حاکم میگوییم ادامه دهید. در این نکبت و فلاکت هر روز بیشتر فرو بروید. دوران مکافات شماست. این پایان کار شماست. به فریادها و مژدگانی بهار عرب گوش کنید. از شعب یرید اسقاط النظام. آری، سقوط نظام. به آخوندها میگوییم این سرنوشت محتومی است که شما هم از آن گریزی نخواهید داشت. بله، مردم ایران هم سرنگونی شما را میخواهند و آن را محقق خواهند کرد.
همکاران عزیز، حمله 19 فروردین بشرف واکنش رژیم برای مهار نیروی سرکش آزادی در جامعه ایران، مخصوصاً بعد از شعله ور شدن دوباره آتش قیام ها از زیر خاکستر خیانت بود. در 6 و 7 مرداد سال 88 هم یک ماه و نیم بعد از شروع قیام ها ولی فقیه برای حفظ تعادل خودش به شدت به حمله و اشرف نیاز داشت، زیرا بود و نبود رژیم در ارتباط مستقیم با فنا و بقای ضد رژیم است. این حقیقتی است که در 30 سال گذشته بارها آزمایه شده است و حالا طوفان قیام های منطقه هم به آن افسوده شده و رژیم را می‌لرزاند. اینجا بود که ستون‌های زرهی برای پاکسازی کامل به اشرف یورش بردند، اما مجاهدان آزادی در کارزاری بی سابقه با دست خالی در برابر نیروهای زرهی طرح قتل عام و انهدام اشرف را خونسا کردند. دشمنان شما خواستند اشرف را منهدم کنند، اما اشرف در تمام جهان به عنوان نبرد شعله ور مردم ایران برای آزادی شناخته شد. می‌خواستند خاموشش کنند، اما آتشی در جان میلیون‌ها ایرانی افروخت که هرگز خاموشی نخواهد پذیرفت. این است افتخار مردم ایران و این است قله پایداری اشرف در یک دهه اخیر. پس سلام بر نسلی که در تاریخ ایران مظهر ایستادگی خلل ناپذیر و ضد تمام عیار تسلیم و سازش است. آموزگاری که راه و رسم تسلیم ناپذیری را به آنها آموخت و نسلی را بر اساس پاکی و صدق و فروتنی تربیت کرد که سرمایه مردم ایران برای کسب آزادی است. بله، سلام بر مسعود، راهبر و معلم این نسل.